اینجا چیه فشار پایین؟ ببین فشار سل میده؟ الان داره شروع میشه. الان این اگه بیاد پایین، این کندل اگه بسته بشه، من میتونم تصمیم بگیرم که سله یا نه. به خاطر اینکه این پول بک رو داشتیم، فول بادی بریک اوت رو داشتیم، ولی پول بکی نمیبینم من، پول بک درستی نمیبینم من. آره نظر چت خوب نیست فشار خونش، منم قبول دارم، اما این چیزیه که میشه حالا تقبلش کرد، ریسکش رو بریم تو چون مستطیلش خوبه، اما خب فشار خونیش، آره فشار خونی خیلی ایدئال نیست، اصلا خیلی ایدئال نیست. شما بودین، شما بودین اگر اینو سل میزدین یا وای میسادین؟ من این فورمیشن رو ببینم زیر بدنه این کندله، همونجوری که فشار خونی رو بهت گفتم، زیر این دو جیه سلرم. بر چه مبنای فشار خونی که میگی گفتم؟ بردارا رو بکش، جلسه قبل بردارا رو گفتم دیگه، الان بردارا رو بکش، بدنه ها رو با هم مقایسه کن. خب باش، این شروعش اینجا بوده، رفته پایین، اومده بالا، اینجا تموم کرده، هشتیه مثلا. این بعد از فول بادی بریکاوتمون، کندل بعدی بلافاصله بعدیش یه کندل هشتیه بر مبنای فستی که شما گفتین، مثلا میتونه که سل بزنیم همین لحظه. زیر این، زیر کندل، زیر نقطه باز شدن کندل بعدی، یعنی سل بزنیم، اوردر سل بذاریم. آره دیگه زیر باز شدن اون قاعدتا، حالا خیلی فرقی نداره این ور یا اون ورش. حالا نزدک هم برو ببین، نزدک هم داره در میره، نزدک در رفت دیگه. آه نزدک در رفت، حواسم نبود در رفت. این چیه؟ ام پنجشو ببین. من چقدر قشنگ پول بک و زد. اینا آره چیزی که ما میخوان زیاد هم میبینی اینا. حالا الان بازار آسیا یه ذر ریز، اینا کم کم بهتر میشه. حالا ساعت یک، ساعت فقط بازار آسیا الان دیگه، الان نباید روی این ترید کنیم دیگه، رد دیگه. این چیه؟ این آبیا چیه؟ این چین یه موقع میخوای بای بذاری، میذاری مثلا اینجا، مثلا رو طلای کو اینا ها، طلای میخوای اوردر بذاری، میگی مثلا میخوام ببینم کجا نقطه یک به یک، هم یک به دومه، میگی این زیر این سلرم مثلا اینجا به اضافه اسپرد بایرم، فقط اندازه گیری میکنه خط کشمونه اینا ها، اینجا میشه یک به یکت، اینجا میشه یک به دوم. خب الان این طلامون، طلای چند دقیقه دیگه مونده؟ هنوز مونده ساعت مارکت دیگه، 10 دقیقه دیگه مونده. الان برو NZD USD H1 رو ببینیم چه معامله ای کردم. NZD USD H1 حالا تلارم الان گرفتم، بعد نتیجه تلارم بهت نشون میدم. اوناست که میتونم بذارم لایف ترید NZD USD. نه زیاد میاره پایین دیگه. نه نه اون حالا کم کم جاهاشم خودت میچینی. اینه ها ببین الگو این بود، این الگومون بود. مثلث باز میتونی بگی مثلث یا مستطیل، فرقی نداره. اینا اومد فول بادی بریک اپ، اینجا بای من بود. نگاه کن فشار کن، این چقدر قشنگه. این سناریو سه نیست که، این میتونه سناریو سه هم باشه، چون اگه اینجا رو نگاه کن اینجا اگه زخامت بری، اگه شما اینو زخامت، آره اینجا زخامت بری اومده تو ناحیه. آره من خیلی خورده نمیگیرم، بگی 3 و 2 فرقی نداره واقعیت برام، اون فشار رو هر جا دیدی معامله کن.
ارجا منظورم اینه که رولگو دیگه، الان این سومیه دارم بهت سه چهار نشونه. منظور این دوتا کندله دیگه الان. نه فقط، نه به خاطر دوتا کنده، فول بادی بریک اوت بله مجموع فول بادی بریک اوت. برگشتی فشارش کمتره، بعدش کندل سعودی اومده خورده. اینو معامله زده بودی خوده نز نیوزلند به یو اس تی رو، NZD به یو اس تی رو. این معامله باز آه هنوزم بازه. آره چی میشه، طلا که خوب اومد، یورو ین هم اونجوری که گفتم ضعیف بود، حالا ببینیم چی میشه دیگه، استاپمون میخوره یا نه. اینجا حرکتش ضعیف بود به خاطر همین شدوه و اینا. این اومد قاعدتا نگاه کن اینجا باید یا میبستیم یا یک پیک میکردیم دیگه، آره باید این کار رو میکردیم، حالا نگرش داشتیم دیگه. ببینم استاپ من زودتر میخوره یا شما. حالا من طلا رو اونور باز کردم که دمیج کنترل بکنم. طلا داره خوب میریزه، یورو ین داره میره بالا. یورین بعید نیست بزنه الان استاپون دیگه، اونور رفته خورد، جفتمون خوردیم. ای بابا آره، مال من هنوز نخورده چون اسپردت بیشتر بود، مال شما خورد، مال من هنوز نخورده. الان ببینیم چی میشه. اینا 24% آفی تا هم روی این اکانتت. اینا این خوبه که آدم ببینه معاملات دونه دونه یورو ینه، این بقیه معاملات درصدش همه چیش هم هست. ببینم آره اینا گینش همه چیش هست. خب طلا اون یکی رو، اون یکی چقدر ضرر کردم؟ اون یکی $1,500 ضرر کردم. طلا گرفتش، طلا شد 2,500. طلا تو یورو ین 1,500 تا ضرر کردی؟ آره. ای بابا چرا؟ چرا ای بابا؟ همینه دیگه، معامله است دیگه. یعنی همین جوری این بازی، ضررات باید کمتر از سودات بشه. ولی دار هم داره، باید درصدشون رو فقط حواسمون باشه که کمتر باشه. آره دیگه، باید میزان ضررت کمتر باشه دیگه، حالا درصدی یا فرق نداره عددی. ببین ببینم طلا تو، آها قشنگ یک به یک رد کرد. این خب فرمیشنش خیلی بهتر از یورو ین بود، دلچسب‌تر بود چون مستطیلش ایدئال تره. آره مستطیل بود. طلا حداقل تا اینجا باید بیاد، تا ناحیه بعدی که پایین هست کجاست؟ رزو اینجا بیاره. که دو پاسه تا هستن. آره اینجا، آره اینجا مثلا عالی اینجوری باشه که شیرین، یعنی یک به چهار پنج میشه. آره دیگه چهار. باید دیگه معامله سودتو باید درایف کنی، معامله سودتو باید به اجازه بدی بره، بعد میتونی حجماش رو ببندی دیگه، مثلا که حجم معاملت رو کم کنی. الان میبینی؟ آره آره، اگه میتونستن اگه بزرگش کنی کل سفر ممنون میشم که ببینم. آه اوکی سفرم دیگه بی خب 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 دیدم دیدم. نه الان بیا میخوام ببندمش. بیا این اوردرم چقدرشو ببندم الان؟ $3,700 اومده، $3,400. آماده میشم میگم آقا هفلاتشو میخوام ببندم، هفلاتشو یه ذره دیگه بیاد پایین تر میتونم هفلاتو ببندم. هفلاتو ببندم خوبه دیگه، تقریبا اندازه اون میرم. بیا بستم هفلاتشو، نگاه کنم حجمم اومد پایین، انا هشلاتش باز مونده با همون استاپلاس با هیچی. حالا اون پایین رو نگاه، هیستوریمو نگاه کنیم پایین، 1400 خورده ای یورو ین ضرر کردم، 1519 دلار طلا سود کردی، رو هم سود شد دیگه. آره الان از این به بعد هر چی بیاد پایین دیگه سودته. آره دیگه این معامله هم اوردرم نگاه کن، استاپلاس هم ریسک فریه، داره هم میاد پایین، این هم داره میاد پایین دیگه، دیگه این سود خالص برامون، این تکنیک پیشرفته ترشه. شد دو هر دو تا، هم استاپلاس تو تکون دادی، هم حجم رو
آوردی پایین. وقتی حجمم زیاده، وقتی یه دفعه نگاه کن، درسته این سودو از دست دادم، انا سودم میشد 5-6 هزار دلار، اما فشار از رو خودم بپرسم. برداشتم، فشار از رو خودم برداشتم، چون حجمم زیاده. 15 لات خیلی زیاده برای طلا. 15 لات معامله کردن رو طلا استرس داره. کلا نگاه نکن، ریلکس نشستم اینجا، خون خون آدمو میخوره. پول واقعیه. داشتم آره همین رو کردم که خب الان داره واقعا پولش کم و زیاد میشه، حق داره که مثلا یه همچین تصمیمی بگیره. چون آره دیگه، باید این کارو اگه بخوای حرفه‌ای باشی باید بدونی، باید از خیر طمعه بگذری، ریلکس کنی. حالا اگه من معامله نگه داشتم، میرفت بالا سری ریسک فریمو میزد، اما میام نصفش میکنم. اینجوری من معامله میکنم، یه دفعه 4-5-6 هزار دلار 7 هزار دلار میگیرم. بچه هم میگن او چیکار میکنی بابا، مگه میشه دمو فلان؟ ظرفیت ندارن چون نمیدونن چیکار میکنن. تو سرعت تازه کاره اینجا مونده، میگه خب این معامله رو نگه دارم، الان اومد 100 هزار دلار میگیرم. کسی که زرنگه با این پله پله داره میگیره. الان دوباره نگاه کن، 2600 دلاره، الان حجمم رو کم میکنم، 4 لات دیگه هم میبندم. بیا چی شد؟ حالا میام تو اکانت هیستوری، بیا به همین راحتی یه ذره بکشم بالا. بیا اینها بزرگش کنار، 1100 دلار دیگه گرفتم ازش. آره یه یعنی الان وقتی با هم نشستیم پای چارت، میتونم بگم نزدیک 3000. آره. یربی نه 1500 دلار تو الان سود کردم، یکیش که با اون زرنگه. ولی الان اون وقت چند تا لاتت مونده؟ 4 تا لات مونده، 4 تا دیگه مونده. آره اینجا دیگه الان کاری که میکنم، 1500 دلارم گرفتم دیگه، یه تیک پروفیت اینها کشیدم میذارم اینجا، همین این تیک پروفیت هم بخوره 2400 دلار دوباره اینا دیگه، اینا نگه میدارم، میگم اوکی اینو کارشو بکنم. تیک پروفیت تو تعیین کردی دوباره؟ یعنی جابجاش کردی؟ الان دیگه تیپی گذاشتم ماشین. تو الان نذاشته بودی؟ نه دیگه تیک پروفیت نذاشته بودم، منیج میکنم اینجوری دیگه، تیک پروفیت نمیخواد بالا سرشی. آره دیگه بالا سرشم دارم هی کم میکنم حجمو دیگه. حالا یعنی یه کوچولو دیگه بیاد پایین، 300-400 دلار بالا بیاره برات، 1700 دلار تیک پروفیت ده. آره الان خیلی اینم ببندم، خیلی مهم نیست چون آلردی الان 1-2 زده. نگاه کن الان من اینجوری بذارم، یه معامله عالی دمتم گرم. از اینجا که دیرم تازه وارد شدم، میبینی باید این بالا وارد شدم. آره اما مهم نیست دیگه، ببین جای خوب وارد معامله بشی، اینجا هم استاپ لاس اورجینال هم این بالا بود، نزدیک 1-2، حالا یه ذره پایین تر. اگه جای درست وارد شده بودم، اینجا وارد شدم، من نزدیک 1-3 بود. اما یه دلیل این که اومدم این کارو کردم، حجمم هم کم کردم، به خاطر جای بد معاملم بود. اگه جام چرا؟ بهتر بود. چرا میگی جای معامله الان کجا باز کردیم ما دقیقا؟ نه دیگه اینجا. اوکی میتونستیم بالاتر باز کنیم. قاعدتا من باید اینجا باز میکنم زیر فشار این کندله. این کندله رو میبینی؟ زیر اون باید باز میکردم. آها بهم ایزی پیزی. اینو بذاری یه عکس بگیرم بذارم برای بچه ها. من عدد معمولا نمیذارم به همین راحتی. الان دیگه چون داره میرسه بهش. آره دیگه عالی. یه معامله منطقی، همه چیشو در نظر گرفتیم، حجمم هم کم کردم، ریسکم هم ورداشتم، ریلکس بودم. حتی با وجود اینکه نقطه ورودم شاید یه ذره پایین تر بود، اصلا برام مهم نه. میتونم بپرسم چقدر پول درگیر این شد؟ این 15 لات چند به دلاری چقدر بود که الان مثلا منتظر هزار؟ 15 لات الان 4 لاتش 8800 دلاره تقریبا. 8800 دلاره میشه تقریبا 3000 دلار درگیرش بود اول. 4 لاتش 800 دلاره الان. آره 4 لاتش استاپ لاس هم اگه بذارم، استاپ لاس هم جایی که اورجینال بود اولش 800 دلار. اینا بیوتیفول عالیه.
عالی. 800 دلار 2 دلار ریسکم بود رو هر معامله. این الان این که ریسک فری الان بستم دیگه، این پایینو کامل بستم، زدم نابودش کردم دیگه. یعنی تو این لایوی که با هم انجام دادیم اینها، بیاین پایین اینها، یه دونه یورو ین با هم ترید کردیم ضرر شد، 1498 ضرر زد بهم، یه دونه 1340 دلاری از طلا گرفتم، یه 1519 دلاری گرفتم، چون ریسکمو هی کم کردم چون ضرر بود. تایم خوبی هم نیست، بازار به قول معروف بازار آسیام هست اینا. اینم الان 1392 دلار اینم زدم دیگه. اینم از این. آره. یعنی عالیه. عالی بود. این خیلی مثال عالی شد. این دیگه یعنی راحت ترید کردن، راحت برمی‌داره از این لایف تریده. این من بهش میگم لایف ترید، خیلی راحت. هر موقع من به بچه ها میگم هر موقع هم احساس کردی بازار حرکت میکنه کارتو خراب میکنه، ببندش معامله رو، چون سود سوده. من اینو یاد گرفتم، من چون زندگیم از سود میگذره کو چیکار میکنم؟ میگیرم هر جا سوده برام، میگیرم تمامش میکنم میره به همین راحتی. یعنی اصلا مکس نمیکنم که در واقع چیز کنم. نه الان من دیدم، من 500 دلار بعد بگیری. ببین اگر من این نیم ساعت آخر رو اگه من نمیدیدم، اگر روزی یه روزی این چارت جلوی من بود و اون 1500 تا رو ضرر کرده بودم، دست به ماوس میشستم چارچشی، میگفتم خب الان میتونم 5-6 هزار تا سود بکنم، برای چی حجمم رو کم کنم؟ آره میتونی سود کنی. ببین الان میخوای 5-6، من اینو بندازم اینو، الان میخوای سود بکنی اینو، بیا الان این معاملت دیگه ضرری توش متحمل نمی، اصلا اینو وردا بندازیم پایین، اصلا وردا تیک پروفیت تو اینا، تیک پروفیت رو برمیدارم پوشش، این تیک پروفیت 1700 دلار هم جوری شانسی کشتم گذاشتم اینجا. میخوای سود بیشتر بکنی، ریسک بیشتری، اما هر چقدر فضای بیشتری بشه، چون من دارم میبینم اینجا، نگاه کن چه ناحیه‌ایه. آره دیوانه که نیستم که این ناحیه رو ببینم، مثلا باز هم منتظر باشم که اونو هم بشکنه بیاد پایین. آره دقیقا. منطقی نداره، منطقی پشتش نیست. ممکنه بیاد پایین، طلاه، ولی چیزی که یاد گرفتیم اینه که اون ناحیه رو رسید دیگه، فوقش اگه اون ناحیه رو تاچ کرد دیگه داستان ما تموم شده. دقیقا. حالا بیان نزدک هم ببینیم. هیچی نه، نزدک خوب شد، دنبال نکن. این یه دونه به ما ضربه زد، اما مهم همینه، مهم اینه که یه دونه معامله قرار نیست کل زندگی آدم. من الان بازار آسیا، بازار آسیا معمولا ترید نمی کنم، اما گفتی ترید بکنیم، با هم باد کردم رو حساب لایوم، باد ترید میکنم چون شوخی ندارم، چون معتقدم اون حرفی که میزنم باید پاش وایسم، چون اگه من پاش وای نستم تو هم وای نمیستی، تو هم باور نمیکنی. آره باور کردنی نیست دیگه، یعنی باور نمیکنی هر کاری بکنی، باور نمیکنی. من آدمی نیستم که گفتم بهت، من تاجر بودم، من کسی نیستم بپرسم، مخصوصا ازت بیادبی کردم پرسیدم این 15 لاتت چقدر بود. خوبه بدونی دقیقا ملموس بشه که آقا جلوی چشت رضا با 4000 با 3200 دلار، چه میدونم 4000 دلار جلو چشت چی کار کرد. باید بدونی بفهم. چون قراره برسیم اینجا. ببین من چند وقت پیش یه معامله یه لاتی رو طلا گذاشتم، خیلی جالب بود، میخوام مدارای بچه‌ها رو بگم. معامله یه لات 200 دلار گرفتم، برو کامنت های زیر اونو بخون، یکی زده و یه لات ترید کردی، یه ذره بیشتر باز میذاشتی میشد 800 دلار. نگاه کن، برو کامنت ها رو بخون، مدار پایینیه، نمیدونه با پولش، نمیدونه من 200 دلار اکانتم شده انقدر الان قدرت این ریسک رو دارم، برای همین یه سری معامله میذارم. همین تیکه ویدیوه، همین ویدیو تا حاضرم کلشو، چون حرف درست زدیم، تکنیکا رو کلشو بذارم تو یوتیوب، بیا ببین زیرش چی میگن، چون باور ندارن. نه من شاهدم و من حرفی ندارم. باور نداره. نه برای آموزش، من اگه بذارم برای آموزش میذارم، اما میخوام بگم
خیلی وقتا ما باور نداریم که یه سری مسائل شدنی. الان نگاه کن، الان اینجا کاملا ای من پی مهم شد که بدونم که با چقدر داری چیکار میکنی، که دقیقا برای خودم بگم فهمیدی دیدی چیکار کرد چقدر بود، باید هزار دلار ریسک نکرد ولی با 4000 تا دقیقا 4-5000 تا رو جلو چشت تو 10 دقیقه بالا پایین کرد، گرفت اون ضرره رو جبران کرد، گذاشت تو جیبش. اینو ببین یادت بمونه. من برای خود به خاطر این نشون بدم معامله دارم اینجا، بیا اینجا گروه وی آی پی رو بهت نشون بدم. معامله دارم امروز، معاملاتی که دیروز امروز من دیگه، البته دیروز شما، امروز شما دیرم شروع کردین، میگم خیلی دیر، اصلا روز عجیبی بود. یه دفعه شروع شد خیلی خوب و جالبم شروع شد، سیگنالایی که دادم به بچه ها فوق العاده بود، بچه ها ترکوندن. اینا ببین ADD و SCAD همه رو گذاشتم برای بچه ها، رگباری گذاشتم. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش حالا بیام، فوق‌العاده ترید کرد، شهروز گذاشت، منم گذاشتم، یه تقریبا نزدیک 2% داشتم، یه 12% داشتم، یه 22%. ماشاءالله. یه 22% تو AUD/USD گرفتی امروز. این کد به یه نمه فالس بریک اوت گرفتم. ببین همه هم صدا داره با بقیه بچه ها، ببین دارم با بچه ها حرف میزنم. آره اون اصلا شاکینگه برای من. چی داری میگی؟ تو AUD/USD دیشب که من خواب بودم تو 22% سودم کردی. آره اون فریمش بوده. اینجا گذاشتم دیگه AUD/USD، از اینجا روش فست گرفتم، اوردرشم مثلث. آره مثلث بود، این روش فست وارد شدم. به محض اینکه اینجا رو شیکون، چون خبر رو میدیدم قوی داره اعلام میشه، با یه استاپلاس کوچیک، این سناریو یک، البته اصلا بعد گویا بود دیگه، اومد حرکت کرد ترکون رفت حالا یک به ده داره، یه ذره اومد بالا اینجا بستم دیگه. Just in time. آره دیگه دیگه خنده داره. یه اونجا... چیز دیگه ببندی اونجا سل نزدی دوباره. نه اصلا سودم از دست نه. معامله اینجوری من دارم دیگه روزم رو تعطیل میکنم. اینها 2% شوخی نیست. آره آخرین معامله بود اینها، USD کردم داشتم. نگاه کن سه تا معامله زدی کلا. آره سه تا معامله تموم شد. حالا USD کردم بیام بهت نشون بدم اینها. ببین دارم براش توضیح میدم، مثل شماست. اینه این واقعیته. ببین حالا بیام اینجا USD کردم بهت نشون بدم و دیگه تمامش بکنیم. USD کد خیلی خوب رفت، 5 دقیقه اگه بیارم اینها رو جاش هست. اینها بزن اینا اینو اندازم این بر یو استیکردم کو اینا. این چند مانیتوری ما رو نابود میکنن. هی میخوام نگاه کن طلا برگشت. ببین چون بستی طلا یا نه؟ بازه هنوز نبسته. ایداد نه مهم نی، ایداد نداره، مهم نی سودم رو کردم. این برگردم چیزی اینها از اینجا چجوری وارد معامله شدم. اینم با سناریو یک بود، داشتم میدیدم داره فرو میریزه اینجا این کندله، وارد شدم اینجا استاپلاس هم ببین تا کجا رفت. این همون 11% بود. اینجا رسید دیگه بستم، اینجا داشت میومد سقوط میکرد دیگه بستم معامله رو، دیگه بستم بود دیگه. یه جاست حست بهت میگه بسته. حالا شاید نیم ساعت. آره تقریبا تو نیم ساعت. واو. همین الان که داریم صحبت میکنیم گروه وی آی پی، میخوام بگم نگاه کن علیرضا دقیقا مثل من اومده ترید کرده. میبینی مستطیل همین طلاه، همین طلا رو که ما داریم ترید میکنیم اون اومده ترید کرد. اوکی الانه، همین الان دیگه، اینو زیر چارتی که من گذاشتم همین الان گذاشته. اینو باید چی بزنم براش غیر از اینکه باید تشویقش کنم علامت دلار بذارم براش بگم باری کلا گل کاشتی؟ اینه. یعنی بچه نیازی به من ندارن، خودش دیگه اوستای اوستاه.
هر روز این کار رو انجام میدم. قطعا لذت میبری، اما انرژی منفی رو از خودت دور کن اگه میخوای موفق باشی. خودت میدونی اینو دیگه. دیگه اوست. خب چشم. بسیار عالی، من اینم میبندم که دیگه تیکه نمونه. اینم با اجازت دلار رو میگیریم و میبندیم، جمعش میشه. آره دیگه جمعش 2020 دلار مثلا. آره مثبت شدی. آره مثبت 2020 دلار با اون. آره ای باشه، 1000 تا 1400 خورده ای اومد، حواسمون رفت اون بر. عالیه. نه مهم نیست، اون اصلا مهم نیست دیگه، دیگه قرار نیست ما تو تشکیم. ممنونم بابت امروز. عالی، بسیار عالی.